سلام خوشم قربونه قربونه زیارت بودم یه خدا بودم سمت حلب و اینا بودی آره عملیات بود اینا بودی نه اعتقادشون دیگه احتمالا اگر جلوی همون رو نگرفت بودن که الان کل عراق و سوریه کلش دست اونا بود دیگه میگن که افغانی ها رو میفرستن اول دم مرز خط مقدم میفرستن اونا اکثرا اونا پشت نمیشن میارزه که زن و بچه تون رو بزنین جونتون رو بزنین بریم واسه یه مملکت غریب به جنگی به خاطر اعتقاده شوهرم گفت ول میکنم کارخونه وارخونه رو همه رو میرم گفتم میخوای بری منم به خودت ببر لاغل دوبله بگیریم بیشتر برای اعتقاد به خودش میرم مرزی کشور نیست من اون چیزی که اعتقاد دارم منم دوست دارم برای قول بدن که نکشنه بلند میشن میرن ولی پولشو بدن نکشن چقدر میدن مگه؟ ارتشو جنگیدن داره یه بیزینس هم میشه ولی میدن که مثلا توی آمریکا به یه سری ارتشوی دیگه پولای خوبی میدن به کسایی که یعنی اجباری نیست که همه تو باید بیان ولی اونی که میره خوب مثلا اونی که دفعه توی ویتنام جنگیده یا چه میدونم توی افغانستان جنگیده بیزینسش بوده کسی جونش رو نمیده برام واسه پول اونجا دوتا خونپار رو برش اونکا برمیده من همسر خودم جز از اون کسایی که اصلا پولش برش مهم نیست خیلی دوست داشت بره خیلی دنبالش این بود که بره وطن و ناموس هم شرطه تنها پول نیست اون حقیقتش از بعد کسی داری سوال میکنه من مسیحی هم آقایون حالا برای مثلا فرض کنید چیزهای اسلامی دارم میجنگم فرق هرگم سهمیه خودشون میگم من میخوام اینو بگم اونم که میگم این کسی که میره واقعا برای دلش میره اینو واقعیت دارم میگم مگر نه اونم بخوان به قولی چیز کنن اینقدر ماشاءالله داخلی داریم که بخورن که هرچی هم به اونا بدن بازم کمه به خودم حلالشون من اگه پیش بیاد شما میریم کجا؟ جنگ من تو پروژه داشتیم عراق من برم نرفتی؟ من یه بار رفتم بس رفتین؟ من برای ایران رفتم برای ایران میرم ولی ایران ارزش مشخص ولی من نه من الان اگر به هیچ قیمتی حاضر نیستم برم اون برگز بگم چون نمیدونم که اصلا حق با کی هست مشکل برام هست شما اگه موقعیتش پیش بیاد میدین برای مدافع؟ بله چرا نه اگه خانمه رو بذاشتن برن شما میرفتی خانم؟ من که نمیرم من میرفتم چون اینجا بپول داشتم همون حق با شما کنم بگم اون پوله رسیدن داریم کار میکنیم پشت اون گروه نوعی مونسه شیف سه شیف وای میسیم های ده تو من هم هم من جونم از سر رو نگیم مرد ایران پول داشته باشی بهترین امنیت زندگی رو تهران داری امنیتیه دیگه آمریکا کاری به داخل تو میگه اگه بذاره آره داخل درست کنی ولی اون نمیذاره اون داره کار خودش میکنه حداقلش با توجه به اینکه کشورهای دیگه هم رفتم و میدونم سیستم چجوریه میدونم تنها چیزی که حداقلش میتونه بگم میخوام تو اینا بمونم امنیت کشورم در صورت هر کسی یه نظری داشت دیگه شما باید انتقادپذیر باشین و ناراحت نباشید از حرفا و کم عادی شد. مملکت دلش پره، آدماش دلشون پره. حالا سر ما خالی کنه. نه ما